چیز باید خدا دوست بداریم؟ الله. چطوری دوستی ما با الله قوی می شود؟ باید دوست نداریم تا دوست بداریم. باید غیر الله و دشمنان الله و هر چی که الله بدش می آید و اونو به عنوان معصیت اعلام کرده اونو کنار بذاریم. ما می شویم بنده مؤمن و عزیز الله. پس باید دوست بداریم اون چیزی که الله دوست دارد. و اگر می خواهیم که الله هم ما را دوست بدارد و دوستی ما کامل بشود، دوست نداریم آن چیزی که الله دوست ندارد. نه تنها دوست نداریم، بلکه نفرت و دشمنی را آشکار بکنیم. ما چون ضد الله هستیم و الله دوست نداریم و این امر خلاف رضای الله هست و محبت الله هست، ما تو را کنار زدیم. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان. کسی که به خاطر الله دوست دارد، به خاطر الله دشمنی کند، به خاطر الله ببخشد عطا بکند، به خاطر الله اجتناب خودداری بکند نبخشد، فقد استكمل الايمان. این کسی است که دنبال کمال ایمانش است. این دعا را در سوره کهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. پروردگارا از نزد خودت برای ما رحمتی بفرست که این رحمت سبب رشد ما بشود. می دانید که رحمت خدا، رحمت واقعی خدا چیست؟ این که خدا به توفیق بده با عقل فکر کنید، باور بکنه رحم واقعی خدا این که خدا به انسان عقل بده و توفیقش بده که با عقلش فکر بکنه در طولی ها. اگر خدا میلیون ها رحمت نازل بکنه از عقلت استفاده نکنید، خوب فکر نکنید، از همه رحمت ها بی بهره نمیمونید و همه رحمت ها رو استفاده نادرست میکنید. رحمت خدا زیاده بده ما عقلمون به کار نگرفتیم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رحمتی بده که بعد از اون ما عاقل باشیم، به رشد برسیم، رشید باشیم، درست تصرف انجام بدیم. پس رشادت با عقل مرتبطه. یعنی خداوند اینجا این عقل رو به عنوان یک رحمت ارزشمند معرفی کرده. هر کسی با این عقلش فکر نکنه رشادت از دست می‌رهد. بالنفس آیه سوره کهف